سرخط خبرها. تهدید ایران به توقف اجرای پروتکل الحاقی از هفته اول اسفند. وزارت خارجه میگوید اگر تحریم ها لغو نشود دسترسی بازرسان آژانس را محدود میکنیم. به همه عزیزان که با این ویروس با سهل‌انگاری مبارزه نباید کرد، خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم. هشدار مقام‌های ایران درباره افزایش موارد ابتلا به ویروس جهش یافته کرونا. مبتلایان در قرنطینه اجباری قرار می‌گیرند. گزارش سازمان ملل درباره اثر قتل‌های هدفمند در افغانستان. ترورها باعث خودسانسوری و فرار خبرنگاران و فعالان حقوق بشر به خارج شده. و چگونه از بحران اقلیمی جلوگیری کنیم؟ راه حل مالک مایکروسافت برای حفظ محیط زیست. سلام، به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. ایران تهدید کرده اگر تا هفته اول اسفند تحریم ها برداشته نشود اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف می کند. قدرت های اروپایی در مورد این اقدام ایران هشدار دادند. پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس اجازه می دهد از مکان های مزنون به داشتن فعالیت هسته‌ای که قبلا وجود آنها اعلام نشده بازدید کنند. کسرو ناجی گزارش می دهد. بر اساس پروتکل الحاقی، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌توانند به طور سرزده از سایت‌های مورد نظرشان دیدن کنند تا مطمئن شوند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. به طور متوسط حدود شاید 40 بازدید سرزده در سال در سال‌های اخیر. محدود کردن کار آنها حالا قدمی دیگر از سوی ایران است برای بالا بردن تنش با جامعه جهانی. در هفته اول اسفند، حالا مطابق بررسی‌های فنی که از نظر روزش سازمان انرژی اتمی انجام خواهد داد، قطعاً ایران اگر تا اون روز تعهدات طرف‌های مقابل انجام نپذیرفته شده باشه، دولت مکلفه بر اساس قانون مجلس که پروتکل الحاقی رو، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو متوقف کنه. جلب توافق ایران برای اجرای پروتکل الحاقی یکی از دستاوردهای بزرگ جامعه جهانی در مذاکرات هسته‌ای بود. ایران متعهد شد که اجازه بدهد بازرسان آژانس اضافه بر وظایف معمولشان در بازدید از مکانهای اعلام شده از هر مکانی که لازم دانستند با اخطاری 3 هفته‌ای دیدن کنند، به غیر از پایگاه‌های نظامی. نظارت‌های فراپادمانی متوقف میشه. نظارت‌های فراپادمانی یعنی نظارت‌هایی که در چارچوب پروتکل الحاقی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته بود که به صورت داوطلبانه انجام بده، به معنای توقف تمامی نظارت‌ها نیست. ایران عضو پادمان هست و بر اساس تعهدات پادمانی خودش قطعاً بخش عمده‌ای از این نظارت‌ها رو نگه خواهد داشت. ایران امیدوار است با تهدید به خروج از پروتکل الحاقی فشار را بر آمریکا و کشورهای غربی برای برداشته شدن فوری تحریم‌ها افزایش داد. این نخست وزیر بریتانیا دیشب در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا که میگوید با رئیس جمهوری آمریکا گفتگوهایی داشته است که نشان از تحولات مهمی دارد در نحوه نگاه مشترک دو کشور به مسائل جهانی و از جمله مسئله ایران. از سوی دیگر بازرسان آژانس قبلاً در ماه‌های گذشته از طریق همین پروتکل الحاقی توانستند از 3 سایت دیدن کنند که در آنها ردهایی از مواد رادیواکتیو پیدا کردند. ردهایی که به گفته آژانس ایران هنوز توضیحات قانع کننده‌ای درباره آنها نداده است. کسری نجی، بی بی سی. بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای و مشاور مستقل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین اتریش با ما هستند. آقای بیات، ایران گفته که خروجش از پروتکل الحاقی قطعا اتفاق خواهد افتاد، ولی این به معنای
پایان نظارت آژانس نخواهد بود. چه فرقی میکنه بین نظارت‌هایی که بعد از خروج ایران از پروتکل الحاقی آژانس خواهد داشت و چیزی که در این پروتکل به آژانس امکان داده شده که انجام بده؟ ما قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رو داریم به عنوان NPT. بر مبنای NPT با کشورهای مختلف از جمله با ایران یک موافقتنامه‌های جامع پادمانی صورت گرفته. در این چارچوب ها، در چارچوب موافقتنامه پادمانی یک نظارت‌های صورت می‌گرفته. اما بعدها آژانس در واقع و کشورهای که در NPT شرکت داشتن به این نتیجه رسیدن که کفایت نمی کند، از این لحاظ باید نظارت‌های جدیدتر و شدیدتری برگزار کنیم. برای همین هم این پروتکل الحاقی رو وارد کردن، در واقع ادیشنال پروتکل، این رو بعد اضافه شده. حالا در چارچوب موافقتنامه‌های پادمانی نظارت هست بر تأسیسات اعلام شده، تأسیسات هسته‌ای اعلام شده یک کشور. پروتکل الحاقی فراتر از اون میره. در چارچوب پروتکل الحاقی آژانس مجاز است که از مراکز اعلام نشده بازدید به عمل بیاره اگر مورد تشکیک قرار بگیرن. البته یک روندی براش تعریف شده، اما علل اصول میتواند سرزده باشد، میتواندم بسته به مورد قبلا اعلام شده، ولی در هر حال باید توافقی صورت بگیرد. حالا در برجام که به وجود آمد، در واقع برجام برای برنامه هسته ایران محدودیت های 8-10-15-25 سال قائل بود. آنچه که باعث میشد که این محدودیت تعهد ایران محدودیت نداشته باشه، در واقع نامتناهی به نحوی باشه، پروتکل الحاقیه. یعنی در چارچوب برجام جمهوری اسلامی پذیرفت که پروتکل الحاقی را اول داوطلبانه اما بعد از 8 سال به تصویب مجلس برساند، و این یک جزء بسیار مهمیه، مخصوصا اگر در ارتباط با بند غروب که میدونید که آمریکایی‌ها، بخشای آمریکا که مخالف برجامن، همش تکیهش روی این به اصطلاح بند غروبه، به این که تعهدات ایران بعد چند سال پایان می‌یابد. اما آنچه که باعث می‌شود که این تعهدات پایان نیابند، پروتکل الحاقیه در واقع. اشاره کرد که خیلی اهمیت داره. قبل از توافق هسته‌ای هم خاطرم هست که خیلی برای طرف‌های دیگه مهم بوده که حتما ایران پروتکل الحاقی رو اجرا کنه. الان که ایران میگه که سوم اسفند قطعا خارج میشه، شما پیش‌بینی می‌کنین که چه اتفاقی بیفته؟ ایران یه جوری دو پهلو حرف میزنه. یه طرف میگن نظارت ها میمونه، یه واقعا نظارت ها هم در چارچوب اون موافقتنامه پادمانی میماند. اما به نظر من ضربه بزرگیه به برجام. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در مثلا اگر در زمان ترامپ یه اتفاق می افتاد، یعنی که یه نحوی اعلام جنگ، یعنی به نحوی میگم. اما الان بعید نیست که دیپلمات ها راهی برایش پیدا بکنن که تیلی موضوع به مرگ برجام نینجامد، زیرا که نقشه پروتکل الحاقی در چارچوب برجام بسیار اساسیه. اگر این بره، در واقع زیاد چیزی از برجام باقی نخواهد ماند. باید دید دیپلمات‌ها چه راهی را برمی‌گزینند. ممنونم ازتون، بهروز بیات با ما. چند خبر کوتاه. در ایران محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید بررسی لوایح FATF یا گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی در مراحل پایانی است و نتیجه احتمالاً تا پایان امسال اعلام می‌شود. او همچنین اعلام کرده که رئیس جمهوری برای بررسی دوباره این لوایح پیشنهاد کرده شرطی به آنها اضافه شود، مبنی بر اینکه اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها به طرف مقابل ارائه نشود. آقای رضایی گفته باید عملی بودن پیشنهاد حسن روحانی بررسی شود.
سعید مولایی برای شرکت در مسابقات گراند اسلام جودو به تل‌آویو در اسرائیل رفته. مقامات اسرائیل به او خوش آمد گفتند. آقای مولایی به دلیل سیاست‌های جمهوری اسلامی برای جلوگیری از مسابقه دادن ورزشکاران ایرانی با حریفان اسرائیلی سرانجام ایران را ترک کرد و همین ماجرا در نهایت باعث شد تا جودوی ایران از مسابقه‌های بین‌المللی محروم شود. قهرمان پیشین جودوی جهان در حال حاضر برای مغولستان در مسابقات شرکت می‌کند. کالیت، بزرگترین سازمان خدمات درمانی اسرائیل، از کاهش 94% موارد مبتلا به علائم کووید 19 در میان افرادی که واکسن کرونا زده اند خبر داده. کالیت که مجری طرح واکسیناسیون کرونا در اسرائیل است، گفته که تزریق واکسن بین 91 تا 99% در جلوگیری از ابتلای وخیم به این بیماری مؤثر است. در این تحقیق 600 هزار نفر از کسانی که هر دو دوز واکسن فایزر را استفاده کردند با گروهی که واکسن نزده اند مقایسه شدند. بیش از 1/4 مردم اسرائیل در دو نوبت واکسن کرونا زدند. رسانه‌های دولتی چین از بازداشت 70 نفر به اتهام تولید و توزیع واکسن‌های تقلبی کرونا خبر دادند. گروهی از این افراد حدود 3 میلیون دلار از فروش آب معدنی یا محلول نمک به جای واکسن کرونا سود بردند. همچنین محموله‌هایی از این واکسن‌های تقلبی به بیمارستان‌ها عرضه یا به خارج از چین صادر شده. دولت چین تا به حال بیش از 40 میلیون نفر را در برابر کرونا واکسینه کرده. در ایران با شناسایی چندین مورد جدید ابتلا به نوع جهش یافته ویروس کرونا، نگرانی از موج تازه بیماری هم بیشتر شده. مقام‌های مسئول درباره افزایش موارد ابتلا تا 5 برابر قبل هشدار دادند. در حال حاضر 9 شهرستان در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند و در 39 شهرستان هم وضعیت نارنجی است. فرین ناصمی گزارش می‌دهد. زنگ خطر شیوع دوباره و پرقدرت کرونا در ایران. موارد ابتلا بار دیگر در حال افزایش است. اعلام خطر میکنم به همه عزیزان که با این ویروس با سهل‌انگاری مبارزه نباید کرد. خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم. کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، در توییتی اعلام کرده سویه جدید ویروس کرونا که اولین بار در کنت بریتانیا مشاهده شد، تنها در استان قزوین از 7 نفر گذشته. وزارت بهداشت میگوید مبتلایان به نوع جهش یافته کرونا به قرنطینه اجباری میروند تا از گسترش آن جلوگیری شود. یک جهشی هستش که میزان شیوعش رو به طور متوسط 5 برابر و مرگ و میرش رو 3 برابر کرده. یعنی اگر یه زمانی در اوج پیک سوم ما در مملکت خودمون مثلا 1500 تا 2000 تا فوتی داشتیم، الان 15 برابر پیدا خواهیم کرد. اگر واقعا موج چهارم با ویروس انگلیسی بخواد تو مملکت حکمفرما بشه، چیزی که شروعش رو داریم میبینیم. حالا جوانترها بیشتر از قبل مبتلا میشوند. در خیلی از بیمارستان ها آمار تا 2 برابر داریم که افزایش پیدا کرده. نکته دیگه هم که میشه گفت، در واقع اصطلاحا جابجایی سنیه که تقریبا ما بین 15 تا 17% ابتلامون رو کشیده به زیر 25 سال. این خیلی اهمیت داره. وضعیت شیوع کرونا در استان خوزستان همچنان وخیم است. آمار مبتلایانی که نیازمند بستری شدن در بیمارستان هستند روند صعودی داشته. باعث شده که نیاز به تخت‌های ICU رو افزایش پیدا کنه. ما حدود 350 تخت ICU رو در استان در خدمت کرونا قرار داده بودیم. الان بعضی از شهرستان ما با کمبود تخت مواجه هستند. ما مجبور شدیم تغییر کاربری بدیم. بعضی از بخش‌های دیگه مثل دیالیز رو به جاش دستگاه ونتیلاتور اینا استفاده بکنیم یا CCU رو تبدیل به ICU بکنیم تا بتونیم پاسخگوی نیاز مراجعین باشیم. تا اینجا مقام‌های مسئول غیر از هشدار و تمدید بعضی محدودیت‌ها، اقدامات عملی خاصی برای مقابله با موج جدید شیوع کرونا انجام ندادند. سهل‌انگاری بسیاری از مردم و قرنطینه نکردن شهرها از طرف دولت باعث شده کرونا نرفته بازگردد. فرین عاصمی، بی بی سی. نگاهی بندازیم به سرخط خبرهای مهم امروز. ایران تهدید کرده اگر تا هفته اول اسفند تحریم‌ها لغو نشود،
با توقف اجرای پروتکل الحاقی، دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به اماکن مورد نظرشان را محدود می کند. در پی افزایش موارد ابتلا به ویروس جهش یافته کرونا در ایران، مقام های مسئول می گویند مبتلایان قرنطینه اجباری می شود. در ادامه برنامه، راه حل مالک مایکروسافت برای جلوگیری از بحران تغییرات اقلیمی. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه‌ای گفته در دو سال گذشته 65 فعال حقوق بشر و کارمند رسانه در این کشور کشته شدند. سازمان ملل گفته با آغاز مذاکرات صلح این روند افزایش یافته و تنها در 4 ماه گذشته 11 نفر از فعالان ترور شدند. هیچ کسی مسئولیت این قتل‌ها را به عهده نگرفته. ذبیح فرهنگ، رئیس نشرات کمیسیون حقوق بشر از افغانستان با ما هستند. آقای فرهنگ، صحبتی از این شده که بعضی خودسانسوری میکنن، بعضی فرار کردن. چقدر کلن این هدف گرفتن فعالان حقوق بشر و همینطور فعالان رسانه روی کارشون در افغانستان تأثیر گذاشته؟ اثرات بسیار بد گذاشته، به دلیل این که دومین تاکتیک خونبار تروریستی در جریان سال 2020 میلادی قتل‌های هدفمند است. روشی است که بیشتر افراد غیرنظامی مثل مدافعان حقوق بشر، فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران را هدف قرار می‌ده. مطابق با بررسی‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر هم انجام داده، در جریان سال 2020 میلادی 2250 غیرنظامی که کارمندان نهادهای خدمات ملکی میشه یا مدافعان حقوق بشر است، فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران، علمای دین، متنفذین قومی، همه از اینا شامل میشه، 1078 تن کشته و ثبت رسیده و 1172 تن دیگر هم زخمی است. باور ما است که بیشتر است، اما نکته اساسی است که در قتل‌های هدفمند سیستماتیک و بسیار مشخص که صورت میگیره، عاملان نامشخص است، یعنی عاملان نامعلوم است. گروه طالبان همواره مسئولیت نمیگیرند و این میتواند پیچیدگی های این مسئله را بیشتر بکند و دولت را هم در شناسایی عاملان قضیه یک مقدار ممکن است با مشکلات مواجه بود. اشاره کردی که طالبان مسئولیت قبول نمیکنه، ولی در گزارش اومده که از زمانی که مذاکرات صلح آغاز شده این حمله ها بیشتر شده. دلیلش رو شما چه میدونید؟ خب قتل‌های هدفمند پس از امضای موافقتنامه دوحه میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان افزایش پیدا کرده، شکی نیست. اما آنچه که مهم است است که همواره گروه طالبان مسئولیت نگرفتن و رد کردند. اما آنچه که مهم است است که گروه طالبان در موافقتنامه دوحه کدام تعهد نسبت به آسیب نرساندن و مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران نداشتند. این نگران کننده است و تاکید ما است بنابراین با رفع مسئولیت یا با رد مسئولیت طالبان نمیتوان رفع مسئولیت بکنن از قضیه. تاکید ما است و پیشنهاد یک از مهمترین پیشنهادات کمیسیون حقوق بشر هم است که یک کمیته میان دو جانب مذاکرات صلح تشکیل شود، در مورد قتل‌های هدفمند بررسی صورت بگیرد و تبادل اطلاعات شوه، هم گروه طالبان و هم دولت افغانستان. در این زمینه اگر گروه طالبان ادعا دارند که مثلا پشت این قتل‌های هدفمند نیستند، باید این کمیته تشکیل شوه، بررسی شوه و بالاخره عاملان قتل‌ها مشخص شوه که کیا در پشت از این قتل‌های بسیار بسیار خطرناک قرار دارند و پیامدهایی را که بر جامعه داره، هم بر جامعه افغانستان، هم بر نهادهای مدافع حقوق بشر و هم بر کار حقوق بشر و کار خبرنگاران بدون شک پیامدهای بسیار بد را می‌گذارد و گذاشته. ممنونم ازتون ذبیح فرهنگ با ما. 3 روز پس از آتش سوزی گسترده در گمرک اسلام قلعه افغانستان در مرز ایران، والی هرات میگوید که آتش هنوز کامل خاموش نشده. وحید قتالی گفته که با کسانی که در این ماجرا غفلت، کندی و سوء استفاده یا غارت کردند برخورد قانونی خواهد شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هم گفته یکی از دلایل وقوع این حادثه بی‌توجهی حکومت در ایجاد زیربناها بوده. علی حسینی از کابل گزارش میدهد.
مقام های محلی هرات میگویند عمق این فاجعه از آن چه که تصور میشد بیشتر است. اینا فقط آهن نیه که میسوزه، اینا تمام زندگی مردمه. فدراسیون اتاقهای تجارتی افغانستان میگوید که بازرگانان حدود 100 میلیون دلار خسارت دیدند، رقمی که در ابتدا 50 میلیون دلار گفته شده بود. از 600 تا 1000 اراده موتر از بین رفته و تخریب شده. گاز، نفت، وسایل الکترونیک، مواد خام کارخانه ها و محصولات کشاورزی خاکستر شده است. یکی از انتقادهای اصلی بازرگانان این است که چرا موترهایشان روزها متوقف بوده و اجازه نداشتند آنها را از گمرک خارج کنند. جناب کرمانسف، امیش موتر ما در روز خلاص شده برنامه را پرسان کنیم به چی دلیل این موتر را بیرون نشده؟ اتاق تجارت و سرمایه گذاری امروز گفت از بی‌تفاوتی حکومت انتقاد دارند. به گفته آنها بخشی از دلایل این حادثه برمیگردد به بی‌توجهی حکومت. عدم مقررات مشخص و زیرساخت‌های خاص برای طی مراحل مسئول و بدون خطر مواد سوختی در گمرک. 8 غفلت وظیفه‌ای و سهل‌انگاری ریاست گمرک هرات و کمیساری‌ها و سایر ادارات مسئول دولت در ساحه. بی‌نظمی و فساد گسترده در گمرکات. عدم توجه حکومت به مشکلات صرافان، عدم توجه به مشکلات و فساد خلق شده از سوی شرکت تی‌سی‌آر‌سی، عدم توجه به آتش سوزی که قبلا در گمرک سپین بولدک به وقوع پیوسته بود. یعنی این حادثه حادثه اول نیست، قبلا هم یه حادثه مشابهی به سطح کمتر در گمرک سپین بولدک به وقوع پیوسته بود. به گفته نهادهای حامی بازرگانان، حکومت نه قبل از حادثه درست عمل کرده و نه در هنگام رویداد. آنها ادعا دارند که شماری از موترهایی که از محل آتش سوزی دور شده بودند و خاطر نبود مدیریت مناسب چور و چپاول شدند. از این رو حکومت باید پاسخگوی اموال دزدی شده باشد. حکومت محلی اما میگوید مدیریت این رویداد فراتر از توان آنها بوده، ولی آنها از نهایت توانشان کار گرفتند. نزدیک به 85% وسایط به صورت مسئول از ساحه کشیده شد. 15% به حد کافی بر ما تکان دهنده است که خسارت بسیار بزرگ میلیونی است، اما برای 85% وسایطی که کشیده شده ما شکر میکنیم. دوستای وضعیت گمرک، نگرانی بازرگانان این است که ظرفیت و تأسیسات ایمنی زیربنایی در هیچ یک از گمرکات و بنادر افغانستان ایجاد نشده، از آقینه و شیرخان بندر گرفته تا ترخم و بولدک. علی حسینی، بی بی سی، کابل. چند خبر کوتاه. گزارش‌ها از حمله هوایی اسرائیل به اهدافی در حومه دمشق پایتخت سوریه حکایت دارد. مقام‌های سوری می‌گویند پدافند هوایی سوریه بیشتر موشک‌های شلیک شده را رهگیری و نابود کرده. به گفته ارتش سوریه، هواپیماهای جنگی اسرائیل از ناحیه بلندی‌های جولان در جنوب سوریه وارد حریم هوایی این کشور شدند. ارتش میانمار هشدار داده که معترضان به کودتای اخیر در این کشور ممکن است احکام حبس طولانی مدت تا 20 سال دریافت کنند. مقام‌های ارتش در اطلاعیه‌ای گفتند که این احکام علیه کسانی صادر خواهد شد که مانع عبور نیروهای نظامی از محل تظاهرات شوند. اعتراضات میانمار از حدود 10 روز پیش در شهرهای بزرگ این کشور آغاز شده. ارتش پس از بازداشت آنگ سان سوچی، رهبر حزب حاکم اتحادیه ملی برای دموکراسی، وضعیت اضطراری اعلام کرد. گوگل با شرکت 7 West Media به عنوان اولین رسانه بزرگ استرالیایی قرارداد امضا کرد. بر اساس این قرارداد، گوگل در ازای انتشار خبرهای این رسانه پول پرداخت می کند. پارلمان استرالیا در پی تصویب قانونی است که بر اساس آن شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری در این کشور باید برای انتشار اخبارشان پول بپردازند. بی
بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت، میگوید که حل مشکل کرونا ساده تر از حل موزل تغییرات اقلیمی است. او در کتاب جدیدش با عنوان چگونه از یک بحران اقلیمی اجتناب کنیم، درباره یه طرح لازم برای این کار صحبت می‌کند. جاستین رولت، خبرنگار ارشد محیط زیست بی بی سی، در گالری موزه تاریخ طبیعی لندن با بیل گیتس گفتگو کرده. خب در سایه اختراع چنین واکسن‌های فوق‌العاده‌ای بالاخره این همه‌گیری هم تموم میشه. حالا هم داریم رو واکسن‌ها کار می‌کنیم تا روی انواع مختلف این ویروس مؤثر باشن. این کار در مقایسه با تغییرات اقلیمی کار بسیار آسونیه. متأسفانه تغییرات اقلیمی تا پایان قرن تا 5 برابر بیشتر از کرونا کشته خواهد گرفت و این مستلزم نوآوری در گستره فعالیت‌های اقتصادی و کارخانجات. کارخانه‌های فولاد و سیمان باید عوض بشن. حمل و نقل و تولید برق باید متحول بشن. اگه موفق بشیم تولید گازهای گلخانه‌ای رو به صفر برسونیم، شگفت‌انگیزترین کاری خواهد بود که بشریت تا حالا انجام داده. اگه به تاریخ اقتصاد تولید نگاهی کنیم، می‌بینیم که پیش از این هیچ وقت تحول شبیه به اونچه که داریم در مورد 30 سال آینده صحبت می‌کنیم نداشتیم. این باید محرک روند نوآوری بشه و برای منظور لازمه که دولت‌ها بیش از همه برای تحقیق و توسعه هزینه کنن. بعدش نیاز به نوعی از سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر داریم تا بتونه اون ایده‌ها رو از آزمایشگاه در بیاره و حمایتشون کنه، حتی موقعی که ریسک بالایی دارن. برای این نیاز به مشارکت شرکت‌های بزرگ داریم و مشتریانی لازم داریم که آمادگی خرید محصولات رو داشته باشن تا با افزایش تولید قیمت رو پایین بیاریم. اون چه که شما ازش حرف میزنی عملا پرداخت یارانه دولتیه، نه؟ بله، ما این مشوق قیمتی رو به خاطر آسیب ناشی از تغییرات اقلیمی لازم داریم تا به بخش خصوصی بگیم که ما محصولات سبز میخواییم. چون الان شما آسیبی رو که با تولید دیوکسید کربن به محیط زیست میزنین نمیبینین. آیا بیل گیتس ثروتمند داره دولت‌ها رو به دخالت بیشتر ترغیب می‌کنه؟ چون وقتی داشتین مایکروسافت رو راه می‌انداختین، با دولت‌های کشورهای مختلف درگیر شدین و می‌گفتین مقررات اونا دست و بال شما رو برای نوآوری می‌بنده. بدون برنامه و مقررات دولتی، به دست خودمون رو به سوی یک فاجعه باور نکردنی هل میدیم. به خصوص در مورد مردم فقیری که در نزدیکی خط استوا زندگی میکنن، سوء تغذیه و مرگ 5 برابر اون چیزی خواهد بود که الان تو این همه گیری داریم. چقدر امیدوارید که بتونیم دست به دست بدیم و این مشکل عظیم اقلیمی رو حل کنیم؟ من امیدوارم چون جوان ها ملاحظه محیط زیست طبیعی رو می کنن و به معیشت مردم اهمیت می دن. اما این کار ساده ای نیست. برای اینکه خوشبین باشم لازمه که هر سال این موضوع اولویت بسیار بالایی داشته باشه. در ضمن می دونید که در مورد بعضی از این نوآوری ها کمی شانس آوردیم که تونستن بعضی از مشکلات پیچیده رو حل کنن. اما من بارها دیدم که نوآوری ما رو در جهت مثبت شگفت زده می کنه. به پایان این بخش خبر رسیدیم. مثل همیشه میتونید تازه ترین خبرها رو در وبسایت ما ببینید. میتونید برنامه های تلویزیون و رادیو رو هم در سایت بی بی سی فارسی ببینید. آدرس ما bbcpersian.com. ممنون که بی بی سی فارسی رو انتخاب کردید.